عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با فصل سوم از سری برنامه‌های مسیحیت و بدعت‌ها. من محمد ثانوی به همراه دوست عزیزم دکتر کشیش کیوان در خدمتتون هستیم. کیوان جان سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و یه بار دیگه به استودیو تشریف آوردید و می‌خواید ما رو از دروسی که بسیار واقعا عالی بود فیض برسونید. خواهش میکنم. سلام دارم خدمتتون و ممنون هستم که همراه ما بودید، همراه بنده بودید، بنده رو دعوت کردید به این برنامه و تونستیم که بدعت‌های مختلف رو نگاه بکنیم در سه فصلی که با هم بودیم. سلام دارم خدمت بینندگان و همراهان برنامه‌های مسیحیت و بدعت‌ها. اگر اجازه بدید این برنامه رو ما اختصاص بدیم به یک خلاصه دورنمایی از این سه فصلی که پشت سر هم گذاشتیم. اگر موافق باشید یه مختصر راجع به بدعت، راجع به این راستینی صحبت کنیم و بعد خب ما سه فصل اختصاص دادیم به این مسیحیت و بدعت‌ها، خیلی اسامی گفتیم، خیلی تاریخ‌ها گفتیم، خیلی مناقشات رو گفتیم. عزیزان ممکنه بپرسند که آقا این برای من یک ایرانی که تو ایران هستم، برای افغانی که تو افغانستان یا تاجیکی توی تاجیکستان هستم به چه درد امروز من میخوره؟ با اینها من باید چی کار کنم؟ ممنون میشم که اینا رو برای ما توضیح بدید. خب پاسخ به سوال دوم رو اول میگم. خب اینکه چه فایده‌ای برای ما داره، مثل همه چیز دیگه تو زندگی میمونه. تاریخ باعث میشه که ما درس بگیریم، اشتباهات گذشتگان رو تکرار نکنیم و از چیزهای خوب و اون کامیابی‌ها، موفقیت‌هاشون و روشی که به اون رسیدن هم یاد بگیریم، اون اصولی رو که برای امروز همون رو تکرار کنیم. اشتباهات تاریخ رو یاد بگیریم. انسان حافظه کوتاه مدت داره انگار و فراموش، مخصوصاً کلیساها، مخصوصاً مسیحیان ایرانی، مخصوصاً ایرانی‌ها، و فراموش می‌کنیم که چه گذشته بر ما و چه بر ما ممکنه بگذره در آینده اگر درس نگیریم از گذشته. در واقع آینده چیزی هست که ما امروز اونو می‌سازیم، اما این ساختن امروز چیزی نیست که ما بدون توجه به گذشته بتونیم بهش برسیم. کلیسای ایران کلیسای جوانیه، یک نوزاد هنوز، یه طفله. کلیسا در مغرب زمین 2000 ساله که الان ریشه زده و جا گرفته، فرهنگ رو متحول کرده، زبان ازش تأثیر گرفته. در آیین ازدواجش، از نحوه برخورد با زنان، با کودکان، با حیوانات، با طبیعت، حقوق بشر، با مسئله بردهداری، با مسائل مختلف دولتی، مسائل اجتماعی، عفو بین الملل، سواد آموزی، همه چیز این جهان مغرب زمین، جهان مسیحی تأثیر گرفته از اون چیزی که کلیسا، دانشگاه‌ها در قرون وسطا از دل کاتدرال‌ها و کلیساهای جامعه اومد بیرون که اون خودش از مانستری‌ها و صومعه‌ها شروع شد. پس اساس مغرب زمین، اساس کالچر و فرهنگ امروز مغرب، جهان غرب، در کلیسا پایه‌گذاری شده. هرچند که داره جهان غرب یک اشتباه بزرگ رو میکنه با رد کردن کلیسا، داره ریشه خودش رو میزنه در واقع. درست. و با درس نگرفتن از بلایی که سر کشورهایی مثل ایران اومد، مثل امپراتوری ایران اومد، مثل مصر اومد، مثل کنستانتینوپول اومد، مثل کشورهای دیگه‌ای که شمال آفریقا اومد، داره این بلا رو نمیبینه که چطور پایه‌های فرهنگ و اندیشه و حقوق بشر و مدارا، فرهنگ رواخواهی. تو یکی از برنامه‌هامون دنبال این کلمه بودم، هی میگفتم خدا این چه کلمه، کلمه زیباییه، رواداری و رواخواهی. این رو اگر توجه نکنن به اون چه که در شرق میگذره، غرب همینو از دست میده. درست. با اجازه دادن به یک فرهنگ‌ها و یک ادیانی که نمیتونه، روامدار نیست، رواخواه نیست، نمیتونه بقیه رو بپذیره. بدعت هم همینه. حالا وقتی ما از بدعت صحبت میکنیم که صحبتمون از یک دیو چهارتاخی نیست که داره مردم رو میخوره. در زمانهای گذشته خب توی 2000 سال پیش آدم‌ها خیلی مذهبی‌تر بودن.
و یه مقدارم گاهی اوقات نیاز داشتن که خونسردتر باشن. بعضی موقع با دیدن خوندن در مورد بدعت‌ها و راستینی ما یاد میگیریم که چطور خشونت گاهی اوقات با دین عجین بوده، گاهی اوقات اعتقادات باعث خشونت در کلیسا میشده و اصلا حکم اصلی مسیح تعصب بیجا روی اعتقاداتی که داشتن، باورهای شخصی. برای همینه که الان مثلا شما فکر میکنی یکی گوش کنه میگه خب حالا به من چه، من چقدر اصلا برام مهمه که حالا دو طبیعت داره، یه طبیعت داره مسیح، من از کجا بدونم، چه کار دارم که مثلا من میخوام یه ایماندار ساده باشم و اعتقادنامه نیقی حالا کلمه به کلمهش رو ندونم مهم نیست. واقعا اینطور نیست، برای اینکه اگر شما از ابتدا خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. این مهمه برای جهانی، شاید برای غربی مهم نباشه چون 2000 سال فرهنگ مسیحی داره، ولی برای جهان ایرانی که تا دو روز پیش سفره ابوالفضل مینداخته طرف، توی حسینیه سینه زنی و عزاداری داشته، مکه و حج میرفته و نذر فلان امام رو و فلان پیشوای دینی میکرده، نمیگم اینا خوبه یا بده، اصلا کاری ندارم، هر دینی یه سری مناسک و یه سری باورهایی داره، همه دین ها هم محترمن، همه دین ها هم توش حاوی نکات خوب هست، حقیقت و نیکویی همه جا یافت میشه، برای اینکه خدا خدای تمام عالمه. شما نمیتونی بگی که همه آدما و همه تفکرها در همه زمینها غلطن، نه، همین که یک دینی یک آیینی بگه آقا دزدی نکن، قتل نکن، زنا نکن، این اگر توش باشه یعنی توش نیکویی در اون قسمت حداقل در اون زمینه هست. ولی مردم ما از یک فرهنگ دیگه اومدن، الان دارن مسیحی یک یاد میگیرن، اگر از اول یاد نگیرن که صحیحش چیه، رانندگی درست را یاد نگیرن، یا میزنن تو خاکی یا میرن تو اون طرف جاده میزنن به یه ماشین دیگه. بله، کلیسا هم همینه، بدعت یعنی دگراندیشی، ولی نه اون دگراندیشی که الان توی ادبیات نوین ایران مد شده در باب سیاست، دگراندیشی دینی که کلیسا و باورهای رسولان رو نابود میکرد، این یعنی بدعت. درست، یعنی تعلیم غلط، در واقع آموزه غلط. و راستینی یعنی ارتودکس، یعنی پرستش صحیح، از کلمه ارتودکس آمده، یعنی کلمه دوکسالوجی تو انگلیسی یعنی پرستش، کلمه دوکسا تو لاتینه، و ارتودکس یعنی کلمه صحیح پرستش. حالا در مسئله بدعت، مسئله راستینی یعنی پرستش صحیح، و بزرگترین این بدعت ها مسئله هولوغوش جریان الوهیت مسیح میگشت، که آیا این عیسی ناصری یک پیغمبره، یک فرد عادیه، یک معلم اخلاق صرفاً، یا یک یا خدایی که انسان شده، یا انسانیه که خدا شده، کدومه؟ در واقع این 400 سال اول تا شورای نیقی قسطنطنیه که بهش میگن قانون ایمان، داره به این مسئله میپردازه که خدا کیه، چیه، چجوری بشناسیمش. خدا تثلیثه، پدر، پسر، روح القدس، همه الوهیت دارن و چه رابطه‌ای با هم دارن. و این به نظر من اساس ایمان مسیحی، الفبای ایمان مسیحیه. ولی ما هموطنانمون که از زمینه اسلامی دارن میان، با همین مسئله الوهیت مسیح مشکل دارن. در نتیجه خطر در این است که بر مبنای اعتقادات قبلیشون بخوان آیاتی رو، آموزه هایی رو تغییر بدن که با ذهنشون جور در بیاد، از لحاظ عقلی جور در بیاد، که همه ما میدونیم خدا رو نمیشه در قالب کلمات بیان کرد، عمق‌های خدا رو نمیشه درک کرد. پس همونجور که در برنامه های ابتدایی شما عنوان کردید، چارچوب ایمان ما این اعتقادنامه است و بهتره تو همین زمینه بازی ما اینه، این زمینه بازی ما، این قاب اعتقادات ما از بعد خداشناسی، مسیح شناسی و روح القدس. آمین. و پیشنهاد میکنیم به بینندگان عزیز که در کلیسا در جلساتی که دارید لااقل هفته یک بار اینو قرائت کنید، حفظ کنید، تا وقتی که از شما ایمانتون سوال میشه بدونید لااقل از اعتقادنامه بیان کنید. مرسی. پس بریم راجع به این بدعت هایی که در سری اول صحبت کردیم، بدعت هایی که از طرف کسانی اومد که اول یهودی بودن و بعد مسیحی شدن، چه مشکلاتی با اونها
داشتیم. خب دقیقا ما نمیتونیم چون تمام بدعتا رو ریز ریز الان توی وقت محدودمون سه فصل برنامه رو بگیم. بله. میتونیم بگیم که هولوش چی میچرخید؟ خیلی عالیه. بله بفرمایید. تمام این بدعتا، ابیونیت ها، ابیونی ها، الکساید، نظرین و سایر یهودیان مسیحی شده ای بودن که بعضی از اینها الان داریم، مسیانیک جوز بهشون میگن، یهودیان مسیحی های یهودی تبار، ولی اینا منظور من اینا نیستش. درسته، اینا درستن، اینا مسیحی های تسلیسی هستن، ولی گروه های یهودی تباری بودند که مانوتئیستیک بودن، یعنی اینا اعتقادات یکتاپرستانه داشتن، یگانه انگار بودن، در مورد خدا شریکی نمیدونستن در کنار بله. خدا، ولی اینها عیسی براشون یک عیسی یک پیغمبر بود یا یک مسیحایی بود که نجات دهنده است یا پادشاه موعود بود، ولی صاحب الوهیت نبود. و اینم امروز شاید بر همون چیزی که شبیه تفکر اسلامیه. بله. و بسیاری از این تفکرات ما میبینیم، بعضی از این تفکرات اسلامی در رابطه با شخصیت عیسی شباهت داره به این ابیونی ها و سایر گروه ها، هرچند اونها خودشون باز تو خودشون هم گروه های مختلفه و زمین های مختلف باورشون با هم فرق میکنه، جا در زمین های مختلف تفاوت دارن با اسلام، ولی در یک چیز مشترکن که درش عیسی صاحب الوهیت نیست، یک پیامبره، یک مرد یهودیه که خدا او رو برانگیخته، حالا چه در موقع تولد، تو اینا هم خودش شستاخ شاخه میشدن، چه در موقع تعمید خدا درست. میاد اینو برمیانگیزه، همون که تو اسلام میگن طرف رو پیغمبری برگزید خدا، یا مبعوث شد. مبعوث شد عیسی مسیح، مبعوث نشد، نه مبعوث شده بود از ابتدای. بله دقیقا. و این بدعتا در واقع به اینا میپرداخت، بدعتای قبل از شورای نیکی، خیلی خیلی خوب، بدعتای قدیمی اینا، اواخر قرن یک، تو اوایل قرن دو تا اواسط قرن دو به پایان میرسه که بحثش بحث اینه که عیسی صاحب الوهیت نیست، که دیگه ارجع ترینش میرسه به چی؟ یعنی در واقع شکل کمالیافتش میشه بدعت آریوس، که در آریانیزم یا آریوس کسی بود که میگفت عیسی از انسان بالاتر، از خدا کوچکتره، همزاد با خدا نیست بلکه دارای ذاتی مشابهه. و در واقع این اعتقادنامه نیقیه، که اعتقادنامه نیقی اول، و این اعتقادنامه که در واقع اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه هست، این بله. 381 میلادی نوشته شده، در واقع پاسخی به مسئله آریوس بود که عیسی حالا کی هست؟ عیسی یگانه پسر خدا، پسر یگانه خدا، مولود از پدر، نه مخلوق، که مولود است و مخلوق نه، خدای حقیقی از خدای حقیقی، خدا از خدا، نور از نور. و اینا داره پاسخ، او رو با پدر یک ذات است، یا بهتر کلمه بهترش همزاد است، همزاد است، consubstantial with the father تو انگلیسی میگه، consubstantial، con یعنی همراه تو انگلیسی، substance یعنی essence، یعنی ذات، همزاد با پدر، نه از یک ذات مشابه، similar نیست، مشابه نیست، consubstantial یعنی همزاد با پدر. اینجا گفته با پدر یک ذات است، که حالا بحث ترجمه است که بله. شاید برشتا زبان همیشه دقیق نیست. بله. حالا بهش میپردازیم اگر بله. فرصتی، اگر اجازه بفرمایید ما ببینندگان عزیز دقایقی رو فرصت بدیم، یه تنفس بدیم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود. مجدد در خدمتون هستیم با سری برنامه‌های مسیحیت و بدعت‌ها. خب کیوان جان، اگه اجازه بدید یه مقدار راجع به شورای نیقیه و قسطنطنیه که یکی از شوراهای اصلیه، یه مختصری برای ما توضیح بدید، و دو سه تا موضوع دیگه هست با ازتون سوال می‌کنیم که دیگه ما به پایان برنامه‌مون برسیم. خواهش می‌کنم. بله، تو این شورا، تو این اعتقادنامه، که اعتقادنامه در واقع مثل همون اصول عقایده،
توی صحبتمون گفتیم، مسیحا اصول عقایدشون چیه؟ اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه، این قانون ایمان بهش میگن، رول اف فیت، که در اصل این ایمان نامه است، ایمان نامه، ایمان نامه است. در واقع این چیز اصول عقاید ما از این نشأت می، این اصول عقاید ماست که در مورد خداشناسی، مسیح شناسی و روح القدس شناسی و کلیسا به ما میگه، در مورد حیات آخرت به ما میگه، در مورد ایمان ما به تعمید برای آمرزش گناهان میگه، در مورد ایمان ما به کلیسای مقدس واحد جامع نهاده بر رسولان میگه، One Holy Catholic and Apostolic Church، میگه من به یک کلیسای واحد جامعه جهانی معتقد به رسولان، وصل بر رسولان اعتقاد بله. دارم. در مورد روح القدس میگه که از خدا صادر شده، از پدر و از پسر، که روح القدس نیرو نیست، باد نیست، انرژی نیست، نمیدونم یوگا موگا و این جریانا نیست، این چشمندی هایی که جدیدن اومده و این عرفانای عجیب غریب شرقی که تو ایران مد شده، تو کلیساها مد شده نیست، مدیتیشن نیست، روح القدس نمیدونم انرژی مثبت الان مد شده، انرژی مثبت، بله انرژی مثبت به من بده، درو باز کن، من درو باز کن، انرژی مثبت بیا، درو ببندی، انرژی بسته میشه، میبینم یه انرژی تاریک یه جای گوشه اتاق واسطه، اینا همش خرافات و حرف‌های فاقد ارزش دینی، شاید دارای ارزش‌های نمی‌دونم روانشناسانه باشه، درست. شاید از بعد روانشناسی اینها تفکر مثبت و تقلید و چیزهای خوبی که باعث بشه شخص مثبت فکر کنه رو از این طریق بشه تعلیم داد، درست. داریم نمیگیم هر چی که روانشناسی میگه بده یا هر چی که در مورد شاید یه مسائل علمی باشه، حتی چون تو کلیسا ربط داره دارم میگم این رو که مهمه، چون تو کلیسا میبینیم که میارن مسائلی که اینا یاد میگیرن تو روانشناسی یا این کتابای سلف هلپی که الان اومده که نمیدونم چطور آشپز بهتری بشی، چطور خودآموز، چطور زندگی موفق، این روش هایی که اومده، کورس هایی که الان میذارن، یه سری جمع میکنن افراد رو، لایف کوچ، اینا مثلا میشن معلمینی که در مورد زندگی به افراد یاد میدن، اینا چیزهای خوب توش داره، ولی میخوایم بگیم ارتباطی به مسیحیت نداره، باید اگر اینا رو یاد میگیرید باید اینا رو جدا کنید، نیارید قاطیش کنید با این. دقیقاً مثل عرفان، اگه حافظ و سعدی و مولانا و صحبتی که با هم می‌کردیم، ادبیات بله. و عرفان ایرانی رو دوست داری، موسیقی ایرانی رو دوست داری، 6 و 8 و کفتر کاکل به سر دوست داری، خوبه اینا رو دوست داشته باش، کسی ردش نمی‌کنه، ولی اینها رو با مسیحیت قاطی نکن. بس. شما نمیتونی به عنوان مثال یک سری سرودهایی رو، یک سری روشهایی رو که یادآور یک چیز دیگه هست رو بیای مثلا اینها رو بیای کلمه رو عوض کنی مسیحی بذاری. اگر یک همچین فرایندی قرار انجام بگیره، یک فرایند قرنه، فرایند چندین قرنه، بله. باید زمان ببره. اینه که مسئله بحث التقاطه، مسئله بحث قاطی کردنه، بحث تفکریه که توش باعث صدمه دیدن به بدن مسیح از بعد اتحاد میشه. این اعتقادنامه به ما اینو میده، روح شناسی رو میده، کلیسا شناسی رو میگه، مسیح شناسی رو میده، آموزه تجسم مسیح که مسیح ظاهر خیالی نیست، خیالاتی نیست، فقط تو خیال نیست، بلکه انسان کامل، رنج کشیده، مرده، این که رو صلیب مصلوب نشد، خدا یکی دیگر رو شبیهش کرد، بعد مسیح رو برد آسمون، نشد، چون اگر این خدا این کارو میکرد اون موقع دیگه جریان آمدن مسیح و تمام صحبت ها، تمام زندگی مسیح، آمرزش گناهان، اصلا تمام، بگیم این هم تفسیره، اصلا بگیم آمرزش گناهان هم تفسیر ذهن ماست، بله. اما حرف های مسیح، تعلیم های مسیح رو که ما نمیتونیم بگیم زیر سوال ببریم، حرف ها و تعلیم ها و معجزات مسیح حول و حوش مرگش میچرخه. اگه قرار بود مسیح مصلوب نمیشد، در واقع آمدنش کلن بیفایده می شد. پس دقیقا. مرگ مسیح حقیقت اینجا داره میگه، بله. و تمامو توضیح میده دیگه. این اساس ایمانی که ما بدونیم و کلسدونم اساس مسیحیت‌شناسی از بعد طبیعت‌های مسیح. خیلی جالبه، چند وقت پیش من با یه عزیز ایرانی داشتم صحبت میکردم و که ادعای ایمان میکرد و نظرات جالبی داشت و ایشون میگفتش که تسلیس اقدس دقیقا همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیکه. بعد از دقایقی من متوجه شدم ایشون دقیقا اومده مسیحیت رو با زرتشت ادغام کرده، داره به خورده
دیگران میدی که بسیار بسیار. اتفاقا همون ماجرایی که شما گفتید که چه فایده ای داره همینه. ما مثلا توی یکی از فصل‌ها در مورد ناستیسیزم یا آینای قنوسی عرفانی گفتیم. بله. معنویت رو گفتیم. اونا عیبشون چی بود؟ عیبشون همین بود که دوالیزم بودن، فنویتگرا بودن، اینا رو با هم قاطی میکردن و تو مسیحیت می آوردن. ببینید این هم الان، پس ببینید مسئله کانتمپوری میشه، یعنی امروزی هم هست. بله. امروزی هم ما تو کلیسای ایران با این مسئله در واقع، پس اینا یه چیزای اولد فشن قدیمی تاریخی نیست که فقط دیتا باشه، اطلاعات باشه، نه، اینا چیزاییه که واقعا امروز داره اتفاق میفته. بله. و ما باید با دیدن اینا، با شنیدن اینا، با فکر کردن و یاد گرفتن اون، فکر کنم که کمک کنه که اشتباه رو تکرار نکنه. دقیقاً. یه اشاره مختصری راجع به پدران کلیسا داشته باشیم که اگر عزیزان ما میخوان دنبال شناخت زندگی نامه این عزیزان برن، کیا هستن؟ کسانی که واقعاً ایمان ما مسیحیان رو امروز شکل دادن، کسانی که واقعا خون جگر خوردن و جنگیدن با مخالفین. پدران کلیسا کسانی بودن که اینها اعتراف ایمان رو حفظ کردن از زمان رسولان، اینها اعتراف ایمان رو، اون ایمانی که از رسولان به اونها داده شد رو نگه داشتن و این آموزه ارتباط داره به آموزه بهش میگن اپوستولیک سکسشن یا سلسله مراتب رسولان، که رسولان تو هر شهری هر جایی میرفتن خادمین تعیین میکردن و برای اینکه مطمئن بشن اون تعلیم صحیح رسولان که از خداوند یافتن به اونها داده میشه. بله. و اون افراد تحت نظر رسولان خودشون اسقفان تعیین میکردن و کشیشان میذاشتن و اونها هم همینطور، یعنی این سلسله مراتب ایمان، این ودیعه ایمان بهش میگن دیپوزیت آف فیث یا ودیعه ایمان، این گنج ایمان، این دیپوزیت، این ثمره ایمان حفظ شد و سینه به سینه، دست به دست داده شد با خون شهیدان و این اعترافنامه ها، اعتقادنامه ها، شوراها و برخورد با مناقشات چیزی بود که پدران مقدس کلیسا این رو به ما دادن. فکر کنم یکی دو تا سوال دیگه من دارم، اگر بتونید این رو خلاصه جواب بدید خیلی ممنون میشم. فکر کنم یکی از موضوعات مهم ما آموزه تثلیثه که پدران کلیسا با این درگیر بودن، چه صحبتی در این مورد دارید؟ بله، گفتم که آموزه تثلیث همون ماجرایی بود که در واقع از رد اولویت مسیح شروع شد، که نمیدونستن اولویت چیه، جریان آریوس بود که ختم شد به اعتقادنامه نیقی اول تو 325، بعد اعتقادنامه نیقی نایستین کنستانتینوپل که اینه که درش مسئله روح القدس اضافه شد، در واقع درست. قسمت کلاز یا اون قسمت سوم اعتقادنامه، ببینید بالا اول پدره، وسط پسره، پایین روح القدس و کلیساست، که این داره تثلیث رو به ما میگه که خدا دارای خدای واحدیه که در سه شخصیت، خدا ذاتش واحد، پدر خدا، پدر، پسر، روح القدس، سه شخصیت مجزا هستن که دارای یک ذات هستن، یک ذات همذاتی دارن با هم که اون ذات خداست و بهش ما میگیم تثلیث اقدس که در واقع اساس ایمان مسیحیه. خب خیلی هم ممنون. خواهش میکنم. میرسیم فکر کنم به آخرین سوال من که قرار بود ما به این سوال جواب بدیم، مسئله شمایل شکنی ها و اینکه مجسمه و تصویر داخل کلیسا اومد و بعد یه عده به ضدش قیام کردن و یه درگیری های پیش اومد. ممنون میشم راجع به این هم یه صحبتی داشته باشم. بازم مسائل شمایل ها و تصاویر و عکس ها و مجسمه ها، اینها همه چیزهایی که باز رب به امروز داره، به عده تو کلیسا و نو ایمانان با توجه به خاطر معلمینی که خیلی اینها سخت گیرن، معلمینی که خیلی شاید بعضی از اونها تعلیم درستی خودشون ندیدن، میان و اون مسائل اسلامگرایی خودشون رو که از زمینه قبلی خودشون داشتن که درش مجسمه و تصویر و شکل و اینها در این دین ممنوعه، به عنوان بت پرستی چیز میشه، اندیشیده میشه، در یهودیت هم همین طور فکر میشد، رو بیان و بگن که تصاویر مجسمه ها غلطه و یه عده از مسیحیان، یعنی یک قسمت بزرگی از جهان مسیحی، چیزی در حدود شما نمیتونی 1,200,000,000 کاتولیک و 300-400 میلیون ارتدوکس رو و 80-90 میلیون انگلیکن رو اینا همه رو شما بت پرست بدونی، در حالی که اینا همه ریشه داره در اونچه که در شورای هفتم کلیسا به عنوان شمایل ها مورد تکریم قرار گرفت.
گرفت که شمایل خداوند ما عیسی مریم، بانوی مطهر کلیسا، فرشتگان مقدس، رسولان و قدیسین باید به اونها احترام گذاشته بشه و همونطور که به کتاب انجیل و صلیب گرانبها احترام گذاشته میشه. و اینه که در بعضی از فرقه های مسیحی، در بعضی از این کلیساها، اینها ابزاریه برای اینکه مؤمنین بتونن ارادت خودشون، محبت خودشون رو به اون اصل که خدا، عیسی و رسولان هستن رو ابراز بکنن، محبت خودشون رو. و این مناقشه‌ای بود که ما باید بدونیم از افراط و تفریط جلوگیری کنیم. افراط اینه که تو ما بگید که همه اینا رو باید بریزی دور، یک کلیسای لخت بدون هیچ تصویر و بدون هیچ صلیبی داشته باشی. و خب این ایمیجینیشن، مسئله تصور ما، اینا کمک میکنه که ما بتونیم بهتر ورشیپ کنیم. الان اینجا قشنگه با این تصاویر، اگه نباشه شما کوالیتی ورشیپ، اون کیفیت پایین میاد. ولی در این حال باید مواظب باشیم که ما داریم اینا رو پرستش نمیکنیم، اینها ابزاریه برای پرستش خدا، مسیح و روح القدس، پدر، پسر و روح القدس. و مثال جالبی که شما در اون برنامه ذکر کردید که اگر شخصی عکس فرزندش رو همراهش داره و عکس فرزند رو ببوسه، نه اینکه این ارجحتر از فرزندشه، نه، یادآور فرزندشه. در زمانی که تصاویر ما، شمایل ها، یادآور اصل خدا باشه و هیچ درجه بالاتری نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره. خب برادر کیوان، رسیدیم به آخر برنامه و شخصا میخوام ازتون تشکر کنم برای این همه وقتی که به ما دادید، همراه ما بودید و عزیزان رو فیض رسوندید با درس های زیبایی که داشتید. حرف آخر رو من میخوام به شما بسپارم. خواهش میکنم. بنده از شما متشکرم به خاطر هدایت و کمک و اون مسائلی که مطرح میکردید در بحث ها و تعلیم هایی که میدادید و همینطور همراه بودید در این پروژه هایی که قصد ما این بود که به مردم توضیح بدیم. قصد ما این بود عزیزان که ما از تاریخ درس بگیریم، غلط‌ها رو تکرار نکنیم، چیزهای درست رو یاد بگیریم برای کلیسای جوان ایران. و اینکه متوجه باشیم که چه افراد بدعت‌گذار باشن، چه افراد راستین باشن. کار ما این نیست که افراد رو تحقیر کنیم، کار ما این نیست که افراد رو بکوبیم، کار ما این نیست که به خشونت دست ببریم. گاهی اوقات در جریان بعضی حتی موقعی که شما حقیقت رو میشناسی، ممکنه براش انقدر رگ گردنت به جوش بیاد که فراموش کنی که اصل محبت چی هست. اما در این حال بدونیم چه اعتقادی داریم. و امیدوارم که این فصل کمک کرده باشه که ما یه مقدار بیشتر اصول دین، اصول ایمان خودمون رو درک کنیم. بله، ممنون از شما، ممنون از اینکه تا آخر برنامه همراه ما بودید. شما رو به خدا میسپاریم و امیدوارم که در آینده بتونیم چنین برنامه‌هایی رو خدمتون ارائه بدیم. ممنون از شما. فیض خداوندمون همراه شما باشه عزیزان. خدا یار و نگهدارتون.